فاسألوا, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خوهرم حميد است كي تمام شما عزيزان ملابس بلا عافيات باشيد خوهرم ما ماي عروف ابجد را وقت نگفتم كي وجود داره چون این چیز در شریعت وجود نداره و ما نه هم ایره محاسبه کردیم که ما پس به او جوابش بشم برای شما بتن. مسلمان هیچ وقت چیزی را در دین زیاد نمیکنه مسلمان هیچ وقت چیزی را از دین کم نمیکنه در زمان رسول مبارک صلی الله علیه و سلم در زمان صحابه کرام در زمان تابعین تب تابعین رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم بیترین کسان در روی زمین کسان هستند که با ما و بعد کسان باد از کسانی که بعد از بعد از دیگه مردم شاریده میره ای در وقت بیترین قرون چون این چیزی به ابجد ما نداشتیم اصلا اصلا نداشتیم هیچ امکان نداره در هر کتاب حدیث شما بگردین در قرآن بگردین در حدیث بگردین اگر شما چیز به نام ابجد یافتین ما کلانترین جریمه را شما تعیین بکنید من امو جریمه را برای شما میپردازم ما مختره ابجد نیستیم که برای شما محاسبه بتیم که ما چگونه محاسبه میکنیم مختره از جادوگرا و ساحرا هست و 786 از محاسبات هری و گرفته شده که مفصل به شکل تصویری در مضمون ما ایره درج کردیم که ادمین های عزیز لطفا به اینا اونها را بفرستن و اگر شما یا کدام کسی دفاع کرده هزی که نه 786 برحق است لطفا دلایل خود از کتاب و سنت برای ما پیش بکنن این که رسول الله صلی الله علیه و سلم دا گفته اینی است بیست اینی است اینی است یا حتی بگویم ابو حنیفه گفته رحمه الله که, که چند صد سال تقریبا 178 هشت سال بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم از زندگی میکرد. این در سال 178 هشت زندگی کردن. اگر اونا از زمان ابو حنیفه هم بر ما بیارن ما را قبول میکنیم. نمیتونن. را ساهرا و جادوگرا جور کردن تا لفظ زیبای بسم الله الرحمن الرحیم از بین ببرن شیاطین خوش ندارن بسم الله الرحمن الرحیم بسم خوش ندارن بسم یعنی بنامه الله بسم الله نام الله ذکر شده نام الله را خوش ندارن الرحمن خوش ندارن الرحیم خوش ندارن میفهمین چرا به خاطر که الله میگه که در مقابل ابلیس ما استاد شده ابلیس برای زنا عمت فمانده الرحمن به خاطر که این قدر رحمان است میگه قدر ما انسان ها را به گناه آغشته میکنیم 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 می طرف توبه میکنه الله سبحانه وتعالى برزي رحم ميڪر رحيم مفسرين ميگا کي رحمان دنيا رحيم اخرت در اخرت الله سبحانه وتعالى بشفاعت عزت رسول كريم صلى الله عليه وسلم بميلن ها ملينان مسلمان را از آتش جهنم نجات ميت از او خاطر سر شیاطین بس بسم بد میخوره بسم الله بد میخوره الرحمن بد میخوره الرحیم بد میخوره اینا دشمن بسم الله هستند دشمن الرحمن الرحیم هستند پس اونا میخوان این را از بین ببرن و با ایواز از چی بکنن 786 مراوج بسازن حتی حتی دشمنان اسلام در افغانستان هم خیلی کار کردن شما تلویزیون های افغانستان را ها ببینین آریانا تلو و تمام تلویزیون ها را اگر یک تلویزیون بسم الله الرحمن الرحیم گفت ما با شما جریمه میتونم تمامش میگه به نام خدا لفظ خدا هم درست نیست وقتی که ما الله داریم چرا خدا بگوییم میگه به نام خدا خب بسم الله الرحمن الرحیم خب به نام خدا معنا نمیده به نام الله که به نهایت مهربان و به اندازه مهربان و رحیم است پس شما چرا میخواید که بسم الله الرحمن الرحیم را از بین ببرید این یک جنگ علنی با الله است ای یک جنگ است در بر علی اسلام جنگ است بر علی الله سبحانه و تعالی شیاطین خوش ندارن بسم الله الرحمن الرحیم از او خاطر به دروغ آمدن که 786 در از بگی جمع ایک و جمع شست جمع پانزه الف شنیز بیشنیز دروغ دروغی را جور کردن هیچ کدام از درست نیست تمام از دروغ است در حقیقت در هر تعویز شرکی که شما باز بکنید ارقام 7 8 6 5 3 4 12 در بین جدولان هست است که رمز هست بین جادوگر و شیطان که شیطان که میخوای برای جادوگر کار بکنه بیا داخل مو خانه شوه و مردم حضور به هزار مشکل دو چار بسازه به اذن الله سبحانه و تعالی پس از او خاطر بسم الله الرحمن الرحیم اینا میخواین از بین ببرن عقل که شما داریم به مو اندازه که الله همی عقل به شما داده شما چه فکر میکنین؟ 786 بگی این بهتر است گذشته از مسائل دینی گذشته از تمام مسائل ابجد و اوز و حتی و کلام و صحفز و قراشت ارچه که هست گذشته از تمامش من ایسی یک انسان عاقل بیایید اسلام را در نظر بگیریم من ایسی یک انسان عاقل شما چه فکر میکنید؟ چیزی که رسول الله گفته صلی الله علیه و, علی و سلام قرآن کریم به ما گفته بسم الله الرحمن الرحیم که آیت قرآن است آیا به ایواز آیت قرآن ما میتونیم یک چیز دیگر استفاده بکنیم تا بالا شده که شما نماز خوانده باشین الحمدلله رب العالمین به ابجد خوانده باشین 476 532 496 15 40 19 جمع 8 جمع 15 الله اکبر سبحان رب العظیم به ابجد گفتین تا بالا شما رب رو به گفتین تنام ابی بسم الله الرحمن الرحیم داخل نماز شما گفتین حالا که داخل نماز وقت داخل میشه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم شما ایج وقت شده که بگین شش گفتین چرا نگفتین اگه این حلال است چرا نگفتین اگه شما میگین که امی بسم الله الرحمن الرحیم چرا نمیگین بله عقلا قابل قبول نیست گذشته از مسائل دینی گذشته از مسائل شیاطین گذشته از مسائل جادوگرا من عیس یک انسان عاقل ما از شما سوال میکنم آیا شما شده که تابال تمام قرآن خوانده باشین مثلا شروع قرآن بسم الله الرحمن الرحیم است شده که شما سوره فاتحه را پیشش پیش زو بسم الله را خوانده باشین و نگفته باشین بسم الله الرحمن الرحیم گفته باشین 786 حتی شده که شما با فارسی یا پشتو گفته باشین که دو خدای پانامه یا گفته باشین به نام خدا نخیر بسم الله الرحمن الرحیم آیت در قرآن کریم و بسم الله الرحمن الرحیم در شروع ار آیه ار سوره ها و هیچ چیزی هیچ لفظی حتی ترجمه قرآن قرآن نیست ترجمه بسم الله ترجمه بسم الله بسم الله نیست بسم الله باید با کوایف خودش با حیبت خودش با عظمت خودش با شکل اصیل خودش که برای ما رسیده در هر جای باید استفاده شده نطاق ها باید بگوید بسم الله الرحمن الرحیم چرا نمیگویند؟ چرا نمیگویند؟ به خاطر نمیگویند که این در مقابل بسم الله الرحمن الرحیم استفاده هستند اینا از شیاطین پیروی میکنند ساهرا و جادوگرا در تمام جدوله هایشان شما اگر نگاه بکنید بسم الله الرحمن نداره اونا هم حتی در تعویز های شرکی 786 نشته میشه هزاران تعویز را با باز کردیم با دستکش شما اگر در خانه 100 فیصد اگر شما افغان هستید 100 فیصد در خانه شما تعویز است باز بکنید ببینید جدول هست شماره ها و ارقام است این تمام ای ارقام تمامش رموزی هست بین شیطان و جادوگر پس چنین چیزی ما در اسلام نداریم اینا را آنقدر بالای مردم کار کردن که مردم قبول کرده که 786 چی است حلال است و ای بسم الله الرحمن الرحیم نامیده کی گفته همش دروغ است همش تهمت بوتان است و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین